هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری. در روز سه‌شنبه دوم آبان ماه برابر با 24 ماه اکتبر در خدمت شما هستیم. در این برنامه هم عطف به برنامه گذشته به بحث ورشکستگی به تقصیر عقاید و باورها و اندیشه ها خواهیم پرداخت. اما قبل از ورود به بحث که ادامه مطالب ابن خلدون خواهد بود، بد نیست با توجه به اوضاع و احوالی که امروز در خاورمیانه در جریان هست یک پرانتزی باز بکنیم و نگاهی بیاندازیم به وقایعی که در حال رخ دادن. از این بابت که ما میدانیم اندیشه ها همان گونه که سبب توسعه و پیشرفت و ثروت می شوند، به همان اندازه هم می توانند اسباب بدبختی یک جامعه رو هم فراهم بکنند. یعنی دلیل تفوق و برتری، سعادت و بهروزی یک جامعه همان اندازه که به اندیشه ها و باورها مرتبط هست، پسرفت و بدبختی و ادبار و نکبت یک جامعه هم به باورهای حاکم بر اون جامعه مربوط بوده. باورهایی که خودش رو در زندگی شخصی تا زندگی و زیست سیاسی نشان میده. جدای از اینها نیست که ما بیاندیشیم خب حاکمانی داریم، اونها دارن بر ما ظلم میکنن. بله، حاکمان که فرمان اداری جامعه رو به دست گرفتن، یک فرهنگ سیاسی خاصی رو که منبعث از اعتقادات یک جامعه هست رو هم نشان میدن. به همین دلیل خطرات اندیشه ها بسیار مهمند، به همان اندازه که شناخت طرح‌های مفید هم مؤثره. اساساً ایدئولوژی از زمانی که آنتوان دستو دوتراسی اون رو مطرح کرد بر این پایه بود که سعی کنه ایده ها رو بشناسه. ایدئولوژی یعنی شناخت ایده ها و از قبل اون بتونه ایده مناسب رو برای نظام آموزشی در فرانسه به خدمت بگیره. یعنی احساس کنه از بین این ایدئولوژی ها کدام یک میتونه برای جامعه آن زمان در فرانسه مفید واقع بشه. بنابراین ایدئولوژی در واقع از نظر معنایی به معنای شناخت ایده هاست. امروز هم ما بدون شناخت ایده ها نمیتوانیم بدانیم چرا سرنوشت یک جامعه ای با جامعه ما متفاوت شده، دلیلش چیست؟ به یاد اون جمله عباس میرزا بعد از شکست از روسیه میفته، کسی که اول بار در میان حداقل بزرگان ایرانی به این فکر فرو رفت که چه شده است که جامعه غربی نسبت به ما دارای تفوق و برتری است. عباس میرزا اشاره میکرد این خورشید همان خورشیدی است که هم بر ما میتابه هم بر شما، این آسمان نیلگون هم بر روی سر ماست هم بر روی سر شما. ای اجنبی به من بگو چه چیزی سبب شده که شما به این درجه برسید و ما در این وضعیت بمانیم. اون چیزی که سبب برتری شد در زمان قاجار، در زمان عباس میرزا که به چشم او آمد، نوعی نظام فکری بود. نظام فکری که در طول سده ها و قرون مختلف همانند یک لوکوموتیو و قطار دائما ریل های خودش رو تغییر بود. ما پیشتر بحث کردیم هیچ کدام از باورها و اندیشه ها دست نخورده نمیمان. به مرور زمان اون اندیشه ها تغییر میکنن، سعی میکنن خودشون رو منعطف بکنن با جامعه، با باورهای جدید، با ارزشهای نوین. از آن قبل هم به جامعه مؤثرن.
یعنی سعی میکنن جامعه رو هم منطبق با خودشون بار بیارن. این لوکوموتیو اندیشه های انسانی در هر بزنگاهی ریل خودش رو باید تغییر بده. زمانی در جهان غرب از اندیشه های رومی و یونانی که اندیشه های عقلانی بود یک انحراف حاصل شد و لوکوموتیو غرب به دامان ریل قرون وسطایی و اندیشه های مسیحایی رفت و دیدید چه فاجعه‌ای در آن زمان در اروپا رخ می‌داد. دوران تاریکی که از قبل اون برای مدتی حدود 1000 سال اندیشه ها ثابت ماند، ارزش های انسانی ثابت ماند، علم ثابت ماند. سپس از حدود قرن 14 به بعد یک ریل دیگری جلوی لوکوموتیو غرب قرار گرفت و اون رنسانس بود، جایی که دوباره اندیشمندان بزرگی در ایتالیا خاصه شهر فلورانس و دیگر شهرها اندیشه های جدیدی رو ایجاد کردن. از قبل این اندیشه ها مسیحیت هم تحت تأثیر قرار گرفت، اندیشه های لوتر، کلوین و دیگران که حالا ما اگر فرصت بشه در آینده، چون مرتبط هم هست با بحث ما، به کتاب بسیار مهم ماکس وبر به عنوان اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری خواهیم پرداخت که چگونه اندیشه ها میتونن در یک جامعه ای یک تغییراتی رو ایجاد کنن که از قبل اون تغییرات شما میبینید مردم داره ثروت میشه، چون کار تبدیل میشه به یک عبادت، به یک وظیفه. در برابر دنیا گریزی و عدم ثروت و تولید مال در کاتولیسیسم شما میبینید که در درون اون جامعه مسیحی تغییرات ایجاد میشه. قطار اروپا بر ریل رنسانس قرار گرفت، کمی جلو رفت، وارد ریل صنعتی شدن شد، وارد عصر روشنگری شد. امروز آن قطاری رو که میبینید با سرعت در حال حرکت هست به دلیل اینکه لوکوموتیو رانان اون، یعنی روشنفکران و نخبگان جامعه، سعی کردن این قطار رو درست در اون ریل صحیح قرار بدن. ما چه کردیم؟ زمانی به دلیل مسائل خاص سیاسی آن زمان، به دلیل تهاجم اعراب، این لوکوموتیو ایرانیان در جاده اسلام قرار گرفت. با ترجمه آثار یونانی کمی گشایشی توسط اندیشمندان ایرانی ایجاد شد، اما آنقدر تحکم مسائل دینی و باورها و عقاید دینی برجسته بود که این قطار دیگه لوکوموتیو ران خودش رو از دست داد. لوکوموتیو رانان اون امام محمد غزالی ها و دیگران شدن. دیگه تولید اندیشه، فکر، فلسفه به محاق رفت. غزالی که از بزرگترین متفکران بود در جهان اسلام با نگاه فقاهتی، او فلسفه آموخته بود اما برای نابود کردن فلسفه، چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. به همین دلیل کتاب تهافت الفلاسفه رو نوشت در رد آثار فارابی، ابن سینا و دیگران. از دل اون به حرمت فلسفه و تکفیر فلاسفه دستور و فتوا داد. خب این لوکوموتیو ماند تا اینکه دوباره در دامان استعمار و مسائل جهانی آن زمان نتوانست ناخدای خوبی پیدا. همین ترتیب ادامه پیدا کرد تا اینکه امروز در درون جامعه ما باز هم میبینید یک استبداد، این بار استبداد دینی حاکم بر سرنوشت ما شد. مسئله بر سر اینه که ما اگر نتوانیم اتوبوس خودمون رو، لوکوموتیو خودمون رو به درستی انتخاب کنیم که قصد عزیمت به کدام مقصد رو داره، سر از ناکجا آباد بیرون خواهیم. ما که امروز همین در یک بیابانی
گمگشته ایم، نمی دانیم به کجا باید برویم. جهان غرب تکلیف خودش رو مشخصی با همه ایرادات و خوبی ها، اما در حال پیشرفت و تکامل. ما هنوز نمی دونیم چه باید بکنیم. هنوز دل در گرو اندیشه های اسلامی داریم، هنوز می خواهیم این اندیشه ها حفظ بشه، فقط روحانیت بره. دل در گرو ایران باستان داریم، خواهیم برگردیم به 2000 سال قبل، یا نه به دنبال مفاهیم مدرنی، اندیشه های مدرنی. این کار نخبگان جامعه است، یعنی کسانی که بدون حب و بغض و تعلقات احساسی مؤلفه های خوب هر کدام از این اندیشه ها رو منطبق بکنن در یک جاده جدید. اما اینکه شما یک ریل جدیدی میخواید بسازید، نیاز نیست ریل های دیگر رو کنار بزنید، بلکه از ریل های دیگر هم میتونید استفاده کنید، از پیچش، از آهنش، آن چیزی که به کارتون، از اونها استفاده بکنید برای مفاهیم. ما در تاریخ رنسانس هم همین رو دادیم. رنسانس بازگشت به اندیشه هایی بود که نزد یونانیان وجود داشت، اما اون رو منطبق کردن و دیدن در برابر الهیات مسیحی کدوم قسمت هاش هست که به درد ما میخوره و الهیات مسیحی مانع اون شده. الهیات مسیحی رو کنار بزنیم، حتی اگر پسر خدا هم ناراحت شد، یکی برای عیسی مسیح زندگی نمی کنیم، برای خودمون زندگی می کنیم. اگر نمایندگان عیسی مسیح هم ناراحت شدن، بهتر از این است که ما ناراحت بشیم. بنابراین حاکم سرنوشت خود باشه. در بعد سیاست همین گونه شد. وقتی شما آثار بزرگترین اندیشمندان سیاسی آن زمان، یعنی عصر رنسانس رو بخوانید، میبینید ماکیاولی، یکی از رون بگیم فیلسوفان شاید بسیار بزرگ باشه، اما از متفکران سیاسی بزرگ آن زمان، در کتاب گفتارهای خودش برمیگرده به تاریخ جمهوری روم، آن زمانی که داره عظمت بود. کتابی که از تیتوس لیویوس مانده بود، 10 بخش اولش رو، و سعی میکنه نشان بده چرا در جمهوری روم کشوری داره عظمته، شهری داره قدرته، ویژگی هاش چه بوده، و اون رو برداره و برجسته بکنه برای اینکه ایتالیای اون زمان رو که متشتت بود، متفرق بود، محل دستاندازی شاهان اسپانیا، فرانسه، پاپا و دیگران بود، قرار بده. امروز وظیفه نخبگان ما همینه، به صرف گله کردن از یک اندیشه کار رو پیش نمیبره. هم از هر چیز باید باورهای خودمون رو بازشناسی کنیم، کجا رو بر خطا رفتیم، تا باورهایی که مقدسترین بخش فکری ماست. ما اگر شجاعت بازنگری و بازشناسی باورهامون رو نداشته باشیم، به هیچ جا نخواهیم رسید. چه بسا اسباب روزی ما همون باورها باشه، اونایی که جهان تاریکی رو برای ما ساخت، روزگار ما رو سیاه کرد. اندیشه ها در دو بعد قابل بحثن. یک زمانی که هنوز قدرت نگرفت، ما افکار سلیمانی امیر رو میشنوید. سلیمانی امیر هنوز قدرت نداره، چه میگه؟ حرفش چیه؟ چه اندازه با ارزش های روز منطبقه؟ چه اندازه با مطالبات و خواسته های ما منطبقه؟ نمیتونیم بگیم سلیمانی امیری امروز قدرت ندارد، پس بهتره به افکارش توجه نکنیم، مهم نیست. اگر او به دنبال قدرت سیاسی است، باید قبل از رسیدن به قدرت اندیشه‌هاش رو بازشناسی کنیم.
مثل نظام پزشکی کشور به بحث بهداشت و درمان توجه داره. بهداشت قبل از وقوع بیماری است. وقتی بیمار شدید حالا میرید در ساحت درمان که خب طبیعتاً بسیار پرهزینه تره، مشقت بسیار زیادی داره، مشکلات عدیده‌ای داره. اینا برای قبل از وقوع بیماری باید اون بهداشت رو رعایت کرد. بهداشت افکار هم همین گونه است. یکی از فضایل و فواید جامعه باز، یک جامعه دموکراتیک که در اون آزادی افکار و عقاید و بیان هست، همینه که افکار قبل از به قدرت رسیدن محل نقد دیگران قرار میگیره. تمام ریزکاری هاش روی دایره هست، شما میشنوید میبینید. اون زمانی که هیتلر در زندان کتاب نبرد من رو املا میکرد، افکار او در دسترس بود، اما افرادی نخواستن، چون احساس کردن یک دشمن دیگری داریم. حالا فعلا به اون نپردازیم. مشکل ما جمهوری وایمار، این مارشال هیندنبورگ، اینو رو حذف کنیم همه چیز حل میشه. مشکل ما پیمان ورسایه، از اون گذر بکنیم. مهم نیست هیتلر چه چیز در ذهنش، افکار او روی دایره بود، نیاز نبود کسی به زندگی خصوصی او سرک بکشه. اتفاقا هیتلر یکی از کسانی بود که زندگی خصوصیش پوشیده بود، اما افکارش کاملا مشخص. اندیشه های اسلامی هم همین گونه است. کسانی که میگن ما نمیدانستیم خمینی چجور آدمی است، بهتر هیچ وقت خودشون رو در مقام یک عالم علم اجتماعی یا علم سیاست منظور نکنن. حداقل خمینی و افکار او هزار سال سابقه داره در اون مملکت. این مملکت زمانی حکومتی داشته که مذهب شیعه رو رسمی کرد. شما علمای شیعه رو نمیشناختید، با کتاباشون آشنا نبودید. اگر کتاب ولایت فقیه خمینی رو نخوانده بودید ایرادی نداره، اما خواستگاه خمینی رو که میشناختید کجاست؟ حوزه علمیه‌ای که از اون شیخ فضل‌الله ها بیرون آمده که به راحتی فتوای تکفیر و به توپ بستن مجلس و دم آزادی و استقلال و حقوق بشر و دموکراسی، همه چیز در این مؤلفه هست. وقتی شما مؤلفه های حکومت دینی اسلامی رو نادیده میگیری که آقا روی فلانی رو بندازیم بیرون، حالا فعلا آقای خمینی رو زیر نقد نبریم، با یک حکومتی مواجه میشید که میشه بعد از به قدرت رسیدن اون فکر. اگر روزهای اول خمینی رو میشناختید، اندیشه های او رو به نقد میکشیدید، حداقل افرادی متوجه میشدن که داستان چیست. امروز هم داستان ما هم افکاری وجود دارن قدرت نگرفت. ما شما از قبل اون اندیشه ها و رفتار ها میتونید ببینید برای اونها دموکراسی اصلا معنی نداره، سکولاریسم معنا نداره، نه هم مبتذل هم. گروه های اصلا فرقه ای هم اونها نمیتونن آزادی برای مردم برمق بیاره. گروه هایی داریم هنوز به قدرت نرسیده در لندن، در جاهای دیگه رفتارهای فاشیستی دارن. خب اینا اگه فردا قدرت رو به دست بگیرن چه کار خواهند کرد؟ امروز همان خطایی که آلمانی ها مرتکب شدن و افراد دیگر قبل از انقلاب 57 مرتکب شدن رو یه عده دیگه دارن شعار میدن. امروز ما نیاز به جمع حداکثری داریم. حداکثری با کی؟ کدام اندیشه؟ حتی جلوی نقد رو هم میگیرن.
وقتی این اندیشه ها قدرت بگیرن، داستان بسیار دشوارتره. برای این ویژگی به قدرت رسیدن سو بست ایدئولوژیه. یعنی این حکومت های ایدئولوژیک با اون ابزارهای خاصی که در اختیار دارن، وقتی به قدرت برسن شروع میکنن به بست ایدئولوژیشون. رسانه در اختیار دارن، مدارس خاص خودشون رو هم درست میکنن، سعی میکنن به ترویج اندیشه هاشون بپردازن. دانشگاه ها رو هم مطابق میل خودشون، ایدئولوژی خودشون تأسیس میکنن یا تغییر میدن، اساتید خودشون، کتاب های خودشون، تا نسلی رو پرورش بدن که مطابق با اندیشه های خودشون باشه. در کنار این قدرت سرکوب هم پیدا میکنن. این قدرت سرکوب در دو بخششه. یک بخش قانونی است، یعنی سعی میکنن هر آنچه که دیکتاتور میخواد، رهبر گروه میخواد، پیشوا میخواد رو در قالب قانون اساسی یا قوانین موضوعی جزئی بگنجونن، بگن بفهمید قانونه. حجاب قانون، دستور آقا نیست، اون قانونش شما رأی دادید، شما ما رو انتخاب کردید، نمایندگان مجلس رو انتخاب کردید، دولت رو انتخاب کردید، لذا اونها این قانون تصویب کردن، امروز باید اجرا بشه. دوم، ابزارهای عینی سرکوبه، مثل پلیس، مثل سازمانهایی مثل امر معروف، لباس شخصی ها، گروه های مختلف اراذل و اوباش. دولت هم که هستن خب پول هم دارن، پول نفت هم دارن. اگر سابق مجبور بودن از قبل کمک های هواداران یا مردم یه میتینگی داشته باشن، الان پول نفت دارن. روحانیت یک زمانی با خمس، نزورات، اوقاف صاحب درآمد بود. امروز از قبل فروش منابع طبیعی کشور صاحب ثروت، از مردم مالیات میگیره، نفت میفروشه، استقراضی در خارج انجام میده. همه اونها رو در جهت ابزار سرکوب خودش به کار میبره. گروه های مختلف خاص خودش رو درست میکنه، سازماندهی میکنه، آموزش میده. اون اندیشه اگر قبل از به قدرت رسیدن مورد نقد قرار نمیگیره، اقبالش کاسته نمیشد یا ترد نمیشد، امروز میبینید در درون جامعه دیگه کسی تعریفش نیست. امروز دیگه احزاب هم نمیتونن حرف بزنن. ما فاصله به تصویه حساب ها اقدام، این حکومت ها با اون نگاه ایدئولوژیک وقتی قدرت میگیرن، هسته ها و گروه های خاص خودشون رو هم مورد حمایت کردن. زمانی که نازیست در آلمان به قدرت رسید، خب کمک کرد به گروه های خاصی با اندیشه های فاشیستی در کشورهایی مثل رومانی، مثل لهستان، گروه های مختلف رو به خدمت گرفت. جمهوری اسلامی امروز وقتی به قدرت رسیده چه کرده؟ این حماس از کجا آمده؟ حزب الله از کجا آمده؟ حوثی های یمن از کجا میان و تغذیه میشن؟ این همون صدور انقلابه. گروه هایی که با پول نفت مردم سرزمین دیگری که تحت ستم و ظلم یک حکومت ایدئولوژیک هستن تغذیه میشن. شما در شوروی کمونیستی هم اونها هم گروه های خاص خودش رو تغذیه میکردن. در کنار این امریکا هم همین کار رو میکرد که یک کنش و واکنشی متقابل. یعنی اگر حکومتی ایدئولوژیک هم نباشه، وقتی یک حکومت ایدئولوژیک سعی میکنه این هسته های خاص مربوط به خودش رو که غالبا هم شبه نظامی هستن، از همون ویژگی های خاص این رژیم ها مثل زور، سرنیزه، ترور استفاده میکنن بهره ببرن، تا
طبیعی واکنش کشورهای دیگر غیر ایدئولوژیک هم برجسته میشه. جنگ امروز در خاورمیانه بخش اعظمش، نه همه بخشهاش، بخش اعظمش به دلیل وجود یک نظامی است به نام جمهوری اسلامی. نگاهش ایدئولوژیکه. در طرف دیگرش هم کشورهای اهل سنت هم تا حدودی همین گونه، حالا کم شده اما همین گونه. عربستان سعودی، مصر، ترکیه، مکایی که اینها به طالبان میکنن، به داعش میکنن، به گروه های دیگر میکنن، بر کسی پوشیده نیست، سالها در القاعده انجام داده. اگر سیاست دولتشون نیست اما عناصری در درون اون حکومت ها هستن، بعدشون نمیان. مدارس طالبان سالهاست در پاکستان دایر، به این طلبه ها آموزش داده، نظامی و غیر نظامیش. از طبیعی است تا زمانی که این رژیم های ایدئولوژیک وجود دارن و حالا به قدرت هم میرسن، ابزار لازم برای بست ایدئولوژیشون رو خواهند داشت. اینها فقط معطوف به همان زمان هم نیست، یعنی این گونه نیست که ما فکر کنیم خب اینا در یه محدودی جغرافیایی خاصی هستن دیگه، به بقیه سرزمین ها کاری ندارن. حالا ما اروپایی ها خیلی راحتی، بذارید خاورمیانه ای ها تو سر کله هم بزن. نه، اخیراً این تجمع طرفداران حماس به خصوص با پرچم های داعش و طالبان و گروه های بنیادگرا یک خطر جدی رو گوشزد کرده. اخیراً شنیدم سر و صدای برخی از سیاستمداران اروپایی در آمده که در این تجمع چند صد هزار نفره، چند ده هزار نفره، چند هزار نفره، چگونه عده‌ای از گروه های تروریستی حمایت میکنه. این سالها قبل عرض کردم این خطر امنیتی برای اروپا رو، و از قبل خودم هم نیاوردم که بگم من چنین میاندیشم. نه، ریشه هاش رو پیدا کرد. امروز هم نشانی خواهیم داد از این داستان. یعنی شما فضای اندیشه های مدرن رو آماده می کنید. اصل و اساس بر این است که همه آزادن، ذیل حقوق بشر، انسان دارای کرامت. ما در یک خوشخیالی به سر می برید این اسباب به قدرت رسیدن گروه های هم فراهم میکنه، گروه هایی که به اینا باور ندارن. هیتلر در آلمان با انتخابات به قدرت رسید. حماس در درون جامعه فلسطینی در نوار غزه با انتخابات به قدرت رسید. اول آمد گفت ما یک انجمن خیریه هستیم، زیاد برنامه های ما چیز دیگری نیست، میخوایم کار خیر انجام بدیم. همش هم اول با همین طریق وارد میشه. بعد به مرور زمان در دام نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و قطر و کشورهای دیگر که خب پولشون رو تامین میکنه. وقتی شما پول دارید برای مردم بیچاره به ظاهر خانه میسازید، حقوق میدید، تشکیلاتی دایر میکنید، مردم بیچاره رو هم به دام میندازید. اونا هم واقعا میپذیرن. شما حزب الله لبنان رو نگاه بکنید، مردم جنوب لبنان ممکنه عملا چیزی ندونن از مسائل مختلف سیاسی، ولی میبینن حزب الله براشون مدرسه میساز، براشون خونه میساز. هر جهادگری چند صد دلار حقوق، چرا عضوش نشن؟ یه تو منطقه ما خب شغلی نیست، بریم حداقل عضو گروه حماس بشیم، گروه حزب الله بشیم، که حقوقی هم جمهوری اسلامی به ما میده. ما خطری که در اروپا وجود داره و من سالها قبل به این مسئله تذکر و توجه و تنبه دادم، برگرفته از اندیشه هایی است که بزرگان امروز و معاصر جهان اسلام دارن به اون دامن میزنن. در جهان تشیع که کم نداریم سیاست ها، در جهان اهل تسنن هم
کسانی رو داریم که افکاری رو منتشر میکنن که شبیه اون رو هم علمای اسلامی کم و بیش دایر کردن. یکی از این شخصیت ها شخصی است به نام آقای دکتر علی محمد السلابی، اصالتا لیبیایی است، در مدینه در جاهلی که تحصیل کرده، دارای یک مرجعیت خاصی است در زمینه مسائل فقهی و تاریخی اسلام. ایشون کتابی داره به نام الگوی هدایت. نام کتاب مشخص، هدف این است که مردم مسلمان معاصر با استفاده از تعالیم پیامبر اسلام یا آن زمان سعی کنن زندگی خودشون رو سامان بدن به عنوان یک الگو. ایشان در جلد اول کتاب الگوی هدایت یه مسئله اشاره میکنه که بسیار مهمه برای ما، و اون تیدت و تفکر این ایدئولوگ های اسلامی رو نشان میده. حالا این ایدئولوگ اهل سنته که بیشترین حجم مهاجران و پناهندگان و مسافران به اروپا از این مذهب هستن. در درون جامعه شیعه هم خب میدیدید مساجد مختلفی در سراسر اروپا ایجاد شده که جمهوری اسلامی با اونها در حال رایزنی است. از مسجد هامبورگ بگیرید، در انگلستان بگیرید، که کم و بیش میبینید سر و صدایی هم بیرون میآید که فلان مجموعه با جمهوری اسلامی با نهادهای خاص خودش در ارتباط. در برخی از این شهرهای اروپایی بنیاد شهید هم به راه انداختن، بنیاد شهید فلانی، و به جای اینکه شهید رو ببرن در منطقه و محل خودش بنیادش رو دایر کنن، آوردن در کشورهای اروپایی و از قبل نعمات و فاندها و پولها و وامهایی که به حماقت تسلیم اینها میشه یک بنگاه‌های دینی را انداختن. اگر دینی بود هیچ ایرادی نداشت، اما از قبل اون به کار سیاسی میپردازد. کم نبودند اروپاییانی که عضو داعش شدند. بعد از نابودی داعش بسیاری از این اروپاییان رو شما دیدید از قبل همین مساجد و شبکه های خاصی که مسلمانان به راه انداخته بودن عضوگیری کرده بود. اینا جلوی چشم ماست اما نمیخوایم ببینیم، و تاوانش رو روزی خواهیم داد که اونها قدرت بگیرن، که صداهاش داره میاد. در برخی از کشورهای مهاجرپذیر شما میبینید مسلمانانی که وارد مجالس میشن، پارلمان ها میشن، که هیچ ایرادی هم نداره، هر مسلمانی میتونه بشه، اما مشکل در جایی است که افکار اسلامی خودش رو میخواد بر درون اون جامعه تحمیل کنه. ایشون یه نفر قدرت نده، اما اگر این یک نفر تبدیل بشه به 100 نفر، یک اکثریتی در پارلمان رو ایجاد کنه، چه بسا کودک همسری رو هم مجاز بکنه، تعدد زوجات هم به زودی مجاز بشه. آرام آرام در میادین برلین و پاریس و لس آنجلس و جاهای دیگه ببینید که مجالس سنگسار برپاست. بعید نیست اگر او اروپا تا امریکا بیدار نشه، اگر کانادا بیدار نشه، به زودی خواهید دید این مسائل. اما ریشه‌اش برمیگرده به این تفکر. آقای علی محمد السلابی در کتاب الگوی هدایت از زندگی پیامبر اسلام و وقایعی که بر او گذشته سعی میکنه یه ویژگی‌هایی رو برای تعالیم مسلمانان امروز یادآوری بود. یکی از این تعالیم زمانی است که پیامبر اسلام رفته به شیب ابی طالب، یعنی فشار بخشی از قریش بر محمد زیاد شده، ابو طالب تصمیم میگیره برادرزاده و بنی هاشم رو به شیب ابی طالب. در این تصمیم
مسلمانان بنی هاشم و کفار بنی هاشم هم با هم رفتن به خاطر اون عصبیتی که وجود داشت، یعنی اون خیشاوندی و پیوند عشیره‌ای و قبیله‌ای. بنابراین بخشی از کفار از مسلمانان حمایت کرد. حالا آقای صلابی چه میگه؟ در بند نهم در صفحه 432 و 431 جلد اول کتاب الگوی هدایت میگه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم صلی الله پرداخت. بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمان میتواند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت است استفاده نماید، به شرط اینکه این کار بر اساس رأی راجع اهل فتوا انجام می‌گیرد. قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است برای مسلمان که امنیت او را تأمین می‌نماید و می توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان می گذارد. باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم صلی الله از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت می کردن. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت ها به عنوان وسیله‌ای از وسیله های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه ها و دشمنی های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداریم. آقای صلابی به صراحت داره مسئله سوء استفاده از حقوق بشر و آزادی های مدرن رو متذکر میشه. میگه ببینید کشورهایی وجود دارن در اونها آزادی دینی وجود داره، چون در کشور اینا که وجود نداره. شما در مکه و حجاز و قم و جاهای دیگه که آزادی دینی نمیتونید ببینید. کشور اروپایی هست آزادی های دینی آورد، کاری هم ندارن دین طرف چیه، میگن آقا انسانه، این مسلمانه، دچار مشکله تو کشور خودش، ما جانش رو حفاظت میکنیم، امنیتش رو تضمین. مسلمانان عزیز هم خانوادگی حرکت میکنن به سمت همین کشورهایی که ارزشهاشو نفی میکنن، مردمشو کافر میدونن، مشرک میدونن، میان اینجا در سلامت زندگی میکنن، دولت هم به اونا حقوق میده، از دولت های خودشون هم تطمیع میشن. و ما این صلابی میگه خب این فضا که آماده است، حالا شما برید و از این فضا برای دعوت به جهاد و نشر تعالیم اسلامی استفاده بکنید. جهان غرب خوابه، اینکه آیا با اولین گلوله افرادی مثل هیتلر بیدار خواهد شد، اینکه با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و ترویج تروریسم بین الملل بیدار خواهد شد، اینا بعد از قدرت گرفتن این افراده. امروز میتونید چشماتون رو ببندید اما تاوانش رو پس خواهید داد. آرام آرام در خیابان‌های لندن دارید می‌بینید. اینو قدرت ندارن البته.
چندی قبل برخی از این کشورهای مسلمان در اون داستان بریدن سر یک معلم در فرانسه توسط یکی از این اسلامگرایان، آقای اردوغان تهدید کرده بود آقای مکرون رو که بله اونجا پر مسلمونه، ما گروه های خودمون رو داریم، افراد خودمون رو داریم، استفاده میکنیم. اینجاست که اون جمله معروف پوپر صادق میشه، درسته، که میگه تنها استثنای بر اصل تساهل عدم تساهل در برابر دشمنان تساهله. ادامه بدیم ببینیم آقای صلابی دیگه چی میگه. مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در جرفای وجودشان نفوذ کند. حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی بر ایشان روشن شد و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند، تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برآیند. دقت کنید، وقاحت رو شما دقت کنید. میگه فضا که آماده است، اونام قرار شد از ما حمایت بکنن. خب میریم اونجا، اما یادمون باشه ما یه دینی داریم که طبیعت این دین با یهود و مسیحی و سکولاریسم و اینها دشمنی داره، یعنی از دست اسلام فرار کرده، از اسلام طالبان فرار کرده، از اسلام جمهوری اسلامی فرار کرده، از اسلام بشار اسد فرار کرده، اومده در اروپا، حالا میخواد با همون تفکرات ارزش‌های مدرن رو نابود بکنه. وی صلابی داره میگه رفتید اونجا، یادتون باشه اسلام با همین رو دشمن، با یهود، با مسیحی، با سکولاریسم، با دموکراسی، با حقوق بشر، ما با همه مشکل داریم. این تو ذهنتون داشته باشید. اونجا که رسیدید اسلام رو انجام بدید، جهاد بکنید. این که نخبگان در جهان غرب اندیشه های این نخبگان اسلامی رو نمیخوانند و نمیدانند، بعدها فجایعی در اون کشور به بار میاد که به زودی نمیشه جمعش کرد. این به این معنا نیست که همه مسلمانان این گونن، نه، این به این معناست که برنامه هایی از سوی دولت ها و نخبگان اسلامی میتونه مسلمانانی رو به دام بندازه. بسیار از مسلمانان هستن وقتی میرسن به غرب ارزش های غرب رو میپذیرن، بخشایی از اونها هم به دام میفتن. ضرورت مراقبت از مساجد زیر نظر گرفتن امامان جماعت که با کدوم دولت ها در ارتباطن، چه چیزی رو در مساجد ترویج میکنن، مسائل مالیشون از کجاست، به کدوم سیستم ها در ارتباط. اگر جهان غرب فکر کنه اینها فقط نشستن عبادت میکنن، این خام خیالی است، این ساده لوحی است. در جهان غرب برای گرفتن رأی علاقه‌مندن، میبینن یه قسمتی پر مسلمانه، آقا شما هم آزادید کاراتون رو بکنید، اما تفکیک نمیکنن. بله مسلمانی اگر ارزش‌های جهان مدرن رو قبول داره بسیار هم عالی، اما اون مسجدی که توسط یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی داره اداره میشه یا زیر نظره، اون امام جماعتی که توسط عربستان سعودی انتخاب میشه به حال خودش رهاش میکنیم که اون مرد خداست؟ نه، اسلام چیزی به نام مرد خدا نداره، مرد خداش این آقاست. یعنی در راه الله شما بفهمید با یهود ما مشکل داریم، این مسیحی مشکل داریم. به مرور وارد فعالیت های سیاسی میشن، مجالس رو به تصرف خودشون در میارن، قوانین شرعی رو هم اجرایی میکنن.
همین آقای سلاوی در جلد دوم کتاب خودش از یک آیه و سوره در قرآن، سوره اسراء، یعنی سیر شبانه ما، ادعای حاکمیت بر بیت المقدس داره. همین چیزی که الان میبینید درگیری هاست، این عمله هایی که در خیابان ها در غزه میجنگن، اینا صاحب سواد نیستن. آدم بزرگاشون تو این دانشگاه ها هستن، حالا رهبران سیاسیشون که خب صاحب پول و اینا هستن در قطر و ترکیه و جاهای دیگه، آیه خالد مشعل، اسماعیل هنیه، صاحب سیاست البته هست. یه مبلغی هم میدن به این بچه های حماس، این بچه حماسی بره دوتا زن بکشه، یک دوتا کودک تجاوز بکنه، اینها بکنه، منطقه آشوب بشه. اما خالد مشعل یه جای دیگه نشسته تو قصر خودش، تو کاخ خودش. اون آقا اسماعیل هنیه نشسته تو زندگیشون میکنه، کاری نداره. اینا نخبگانشون هستن، این طرز فکر هاست که جهت میده به رفتارهای سیاسی مردم. یهود ستیزی جز ادبیات اساسی جهان اسلام، آنقدر روایت ها در این خصوص وجود داره که مشمئز کننده است. ولی یک ایده هم به دنبال تطهیر است. اسلام رحمانی، اسلام خوب، کدام اسلام خوب؟ اسلام همانه، اما مسلمان میتونه آدم خوبی باشه به دلیل اینکه عنصر هویتی دینیش نزدش ضعیف. یعنی میخواد در جامعه خوب زندگی کنه، با اقتصاد خوب زندگی کنه، نمازش هم میخواد. ما اسلام بهش نگفته. حالا ما در آینده بحث خواهیم کرد در این موضوع، یه مغالطه است. ما مسلمان خوب و بد داریم، اما اسلام خوب و بد نداریم. دلیل اینکه اسلام خوب و بد نداریم این است که اسلام یک بسته ایدولوژیه، در درون اون بر اساس مبانی خودش مثل قرآن و سنت زندگی و زیست میکنه. اگه هم قرار اجتهادی صورت بگیره، این اجتهاد هم بر پایه های قرآن و سنته، یعنی چیز عجیب و غریب بیرون نمیاد ازش که نقض غرض شارع اسلامی باشه، نه، هموناست. ما مسلمان خوب و بد داریم، دلیلش هم اینه که یک مسلمان عناصر هویتی مختلفی داره، در کنار اینکه دین بخشی از هویتشه، شغل هم بخشی از هویتشه، شهروندی هم جزی از هویتشه، ملیتش جزی از هویتشه، نقشش به عنوان پدر، معلم جزی از هویتشه. اسلام میگه اگر پدر و مادرت مسلمان نیستن، اونها رو به دوستی نگیرید. اما شما میبینید خیلی از پدران و مادران ما با اینکه میدونن بچهشون مسلمان نیست یا اعتقادی نداره، اما رو دوست دارن. چرا؟ چون عنصر پدر بودن یا مادر بودن در اونها قوی تر از عناصر دینی است. اگر میخواست عنصر دینی در اون قوی باشه، مثل علی ابن ابی طالب بود، میگفت پدران خود رو، پسران خود رو، پسرعموهای خود رو میکشتیم و در خون می آلودیم، خطبه معروف نهج البلاغه، اونجوری باید می بود. ما انسان امروز یاد گرفته که بخواه شهروند باشه. اگر ببینه عنصر دینی مثل تعدد زوجات، کودک همسری با قوانین کشوری که در اون زندگی میکنه مطابقت نداره، دیگه کودک همسری نمیده، چون نظام جزا و پاداش بهش اجازه نمیده. بنابراین نوع هویت شهروندیش حکومت میکنه، دست بالا رو داره بر هویت دینی. دین نمیگه که کودک همسری ممنوعه، دین نمیگه شرب خمر مجازه، نه خیلی، دین میگه شرب خمر 80 ضربه شلاق بزن. شما در کشورهای اسلامی بعضی از اینا میبینید شرب خمر هم پاسه. خب اینو در آینده بحث خواهیم کرد که چرا اسلام خوب و بد نداریم اما مسلمان خوب و بد داریم. حالا ادامه میده آقای سلاوی، چون ربط داره به مسئله خاورمیانه، این رو هم عرض کنم. پیوند میان مسجد الاقصا و مسجد الحرام که در داستان سوره اسراء آمده، این مسئله حکمت ها و دلالت ها و فوایدی دارد که برخی عبارتند از
ب قسمت ب، مسلمانان باید به مسئولیت خود در قبال مسجد الاقصا و آزادی آن از لوس شرک و عقیده تسلیس پی ببرند. راه آزادی قدس جهاد در راه خدا به شیوهی که اصحاب و یاران پیامبر صلی الله بودند می باشد. صفحه 519 جلد دوم. پس ببینید از دل این ایدئولوژی هاست که یک جوان در غزه مجاب میشه که دارم جهاد میکنم در راه خدا. اینجا رو خدا به ما وحده داده. مسجد الاقصا مال ماست، همونطور که مسجد الحرام مال ماست. و اینها تبدیل میشه به فرهنگ سیاسی. ما یک ساختار سیاسی بر روی ایدئولوژی بنا میشه. این ایدئولوژی ها مشروعیت ایجاد میکنن. در آینده بحث خواهیم کرد در مورد تک تک اینها. چرا انسان از یک تفکر فرمان میبره؟ دلیلش چیه؟ آیا اونها رو عقلانی میسنجه؟ یا نه، گاهی به قدری این مشروعیت ها قدرتمندن که وقتی یک مقام بالاتری از نظر اون ایدئولوژی دستور میده دیگه جای چون و چرا نداره. یکی از سیستم های فکری این کار رو میکنن، یک حقانیتی در رهبرشون ایجاد میکنن که رهبر هرچی گفت درسته. حق همیشه با رفیق استالین، حق همیشه با پیشواز، حق همیشه با مرجع تقلید ماست، حق همیشه با رسوله. وقتی حق با اوست دیگه شما چون و چرا نمی کنید. و اینها تبدیل میشه به فرهنگ سیاسی. احساس میکنید اگر میخواید دست دوستی به مسیحیان و یهودیان بدید دارید با شرک دوستی میکنید. ترم شرک رو دیدید، دشمنی با یهود و نصارا رو دیدید. اینا ایدئولوگ های جهان اسلام هست. همونطور که ما شریعتی ها داشتیم، امروز هم صلابی ها و گروه های دیگر در درون جامعه شیعه این کار رو میکنن. خب ما عرضمون تا اینجا تمام شد، به ابن خلدون نرسیدیم، اما در برنامه آینده نشان خواهیم داد که آرا ابن خلدون در این که چگونه آرا و عقاید میتوانن اسباب ورشکستگی به تقصیر حتی جوامعی رو هم در پی داشته باشن رو به بحث بنشینیم. سپس نگاهی به ماکس وبر خواهیم داشت و اینکه چگونه نشان میده در درون جامعه مسیحی فلاغ پروتستانی میتونه تولید ثروت بکنه. و اون وقت متوجه میشیم که این لوکوموتیو خودمون در کجا به خطا رفته که نزدیکیم به ته دره. سپاسگزارم از تلویزیون پارس آقای شهرتی عزیز و یکایک بزرگواران. تا فرصتی دیگر، بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی در ذهن ما هست نمی